درود به دوستان عزیز، با اپیزود سوم مبحث قالب‌های تزریق در خدمتتون دوستان هستیم. قبل از اینکه شروع کنم، دوستان فیدبک داده بودن که مدت زمان ویدیوها کوتاهه و بهتره که مدت زمان بیشتری باشه. من سعی میکنم که مدت زمان ویدیو رو تا 10 دقیقه یا زیر 10 دقیقه ببندم. هم مبحث ها رو جوری تنظیم میکنم که تو این 10 دقیقه به شروع و به پایان برسه و بعدم هم نمیاد که ویدئوهای بلندتر در واقع با زمان بیشتری منتشر کنم. ولی خب همونجور که خودتون میدونید، مشکل ما توی ایران استفاده از فیلتر شکن و آپلود کردن ویدئو تو یوتیوب که جز اولین اپلیکیشن های تحریمی و فیلتری توی جمهوری اسلامی هست، ویدئوهای طولانی تر خب قاعدتا حجم بیشتری رو اشغال میکنه، آپلود کردنش مشکل تره. یکی دلیل اصلیش اینه، تعداد ویدئوها بیشتر باشه بهتر از اینه که تعدادش کمتر با زمان بیشتر باشه و در دیدنش توسط دوستان و مشتاقان مشکل ایجاد بشه. خب ما در ادامه بحث قالب‌های تزریق میخوایم وارد قسمت فنی مبحث بشیم. برای اینکه شروع بکنیم لازمه که با یک سری واژه‌ها آشنا بشیم. یک سری از واژه‌ها رو در حین گفتن مضامین و مباحث خوب گفته میشه و باش آشنا میشیم. من توضیح میدم، اگر لغت یا اصطلاح انگلیسی فارسیش رو معادلش رو به هر حال یا پیدا میکنیم یا میسازیم، به هر حال توضیح داده میشه. تو این اپیزود سوم در مورد اصلا ماشین تزریق صحبت بکنیم. شاید برای دوستانی که به هر حال یه تجربی در طراحی ساخت قالب داشته باشن این بحث خب خیلی ابتدایی و ساده بیاد، ولی من مبنا رو گرفتم بر اون دوستان که خیلی در واقع مبتدی هستن و از صفر میخوان شروع کنن و این اپیزود رو مختص بحث ماشین تزریق گذاشتم. اگر دوستان تجربهشون بیشتر تو این زمینه میتونن این اپیزود کوتاه 7-8 دقیقه‌ای رو ایگنور کنن. ببینید، ماشین تزریق یا دستگاه تزریق ماشینیه که خب قالب‌های تزریق پلاستیک روش نصب میشه و به روش تزریق و تحت فشار مواد پلیمری وارد قالب میشه و قطعه شکل میگیره. به همین سادگی ماشین های تزریق استاندارد تقریبا همه یه جورن. مثل هر ماشین دیگه ظرفیت و سایز و توناژ متفاوتی تو این زمینه هست، ولی امکان داره ماشین های تزریق خاص هم ساخته باشن و برای تولید یا خط تولید خاصی استفاده بشه که در ادامه توضیح کلی در موردش خواهم داد. یه ماشین تزریق استاندارد به این شکل که توی تصویر می‌بینید هستش. پروسه تولید 4 مرحله داره. اول کلمپینگ یا بسته شدن فک قالبه، دوم تزریق مواد در قالب هستش، سوم کولینگ یا مکس و سرد شدن مواد در قالب هست و چهارمین مرحله و آخرین مرحله هم خروج قطعه از قالبه. در واقع این وظیفه رو داره که به این شکل به ما قطعه بده. اصطلاحاً پارامترهایی که روی دستگاه تزریق مد نظر هست و باید بهش دقت کنیم، توناژ یا فشار فک ماشینه که اصطلاحش کلمپینگ فورسه، دومیش میزان خوراکخور در واقع ماردون یا اسکرو دستگاه تزریقه که بر اساس اون وزن قطعی که ما از قالب قرار بگیریم اینها در واقع انتخاب میشه. مثلا یه ماشینی با خوراکخور مثلا 300 گرم که تو هر سیکل تزریق ماکسیموم بتونه 300 گرم مواد رو وارد قالب کنه، تحت فشار قرار بده، مکس کنه و بعد سرد بشه و از قالب خارج بشه. سومین پارامتر تجهیزات جانبی که
ما در اصلا یه کارگاه تزریق پلاستیک نیاز داریم، احتیاج به سرد کردن قالب و برای سرد شدن قالب ازش استفاده میشه که همون چیلر هست. در خیلی از کارگاه های ساده قالب سازی از کولنت متعارف و آب لوله کشی استفاده میکنن که بتونن قالب رو خنک کنن، ولی استانداردش چیلره یا خنک کننده یا سیستم های آر او که برای کارخونه ها و کارگاه های بزرگ چندین دستگاه تزریق پلاستیک در اونا داره استفاده میشه ازش استفاده میکنن. تجهیزات دیگه ای که خیلی استفاده میشه گازگیرها هستن. مواد پلیمری قبل از اینکه وارد پروسه تزریق بشن احتیاج دارن اکثر مواد به مثل بی اس، مثل پلیامید، که اینا توی پروسه گرم بشن و اون گازشون گرفته بشه که حباب دهی در حین تزریق انجام نشه، بهش میگن گازگیر. ماشینای تزریق جدید این گازگیرها به عنوان اتچمنت روی خود دستگاه قبل از خوراک خور روی ماردون یا اسکرو دستگاه تزریق هستش که به صورت پورتابل میتونیم برداریم، میتونم بگذارم. و ما تو مبحث توناژ یا کلمپینگ فورسینگ با واحد تون سر و کار داریم. تو واحد خوراک خور در واقع ماشینای تزریق با گرم سر و کار داریم. تو مبحث فشار تزریق که یکی دیگه از پارامترهای مهم هست با مگاپاسکال معمولا سر و کار داریم، مثلا 100 مگاپاسکال فشار، 80 مگاپاسکال فشار، که بر اساس طرح قالب، نوع قطعه، متریال قطعه یا مواد پلیمری قطعه، اینها به هر حال روی ماشین‌های تزریق تنظیم میشه. ماشین‌های تزریق استاندارد به این صورت است. بعضی از ماشین‌ها پیشرفته هستن، امکان داره از یه سری تجهیزات خاص دیگه بر اساس اون تولید خاص استفاده بشه، و یه سری ماشین تزریق هستن که جزء ماشین‌های مخصوص هست و الان برای تولید یه تیپ قطعه یا حتی یه دونه قطعه سفارشی ساخته میشن. ما مبحثمون ماشین‌های استاندارده و داریم در واقع در مورد قالب‌های تزریق استاندارد استفاده میکنیم، یعنی قالبی که شما میسازین اینجا توی ایران روی دستگاه 350 تن مثلا 120 گرم خوراک میخواید نصب بشه، همین قالب رو اگر برین آمریکا یا استرالیا رو همین دستگاه اونجا با همین توناژ یا حتی توناژ بالاتر قابل نصب باشه. کلمپین فورس و اسکرو و اجزاء مکانیکی در واقع ماشینای تزریق همه اکچوئیترشون هیدرولیکه و تکنولوژیشون هیدرومکانیکی هست. در ماشینای تزریق استاندارد حالا امکان داره شما یه ماشین تزریق خاصی ببینید که از مثلا پنیوماتیک هم استفاده میشه، ولی عموما از جکای قوی با اصطلاحا قیچی برای کلمپینگ فورسینگ استفاده میشه، از هیدروموتور قوی برای اسکرو یا ماردون استفاده میشه که بتونن حرکت چرخش با تورک بالا بگیریم. و در مبحث منبع تغذیه و برق اصطلاحا ماشینا ما با مبحث پاور ساپلای سفاز قطعا سر کار داریم. ماشین های تزریق قدیمی به واسطه خب المنت های حرارتی که در ماردون به کار میره برای ذوب کردن متریال خیلی پر مصرف بودن و موتورهای ستاره مثلثی که اصطلاحا داشتن. یه 10 سالی هست ماشین های تزریق جدید اومده که موتوراش و درایوراش همه سرموموتور هست، خیلی در حد 40% مصرف برق پایین تر اومده و اقتصادی تر هست. و کلن ماشین های تزریق یا دستگاه تزریق عموماً یه تیپ هستن و پروسه کار باشون به یه شکل هست. خب خیلی ساله، حداقل در 15 سالی هست همه دیگه از ریل سویچ هم اومدن بیرون، همه پی ال سی هستن، تنظیمات دقیق چه توی دمای المنت ها، چه توی فشار، چه توی سرعت
حرکت ماردون و کلمپینگ فورسینگ همه قابل تنظیم و کالیبر شدن هستش که خب راندمان تولید رو بالا میبره. امکان داره شما ماشین های تزریق عمود تزریق هم حتی جایی ببینید که جزء اون ماشین های مخصوص تزریق هست، یا ماشین های تزریق ترکیبی، تزریق پلیمر به همراه هوای فشرده، یا ماشین های تزریقی که ظرفیت یهو بالایی دارن، کلمپی فورس عجیب خیلی بالا و دمای المنت و حجم ماردون بالایی دارن که برای تولید یه سری پلیمرهای خاص که دمای ملتشون بالا هست مثل پت یا مثلا بعضی از پلیکربنات ها استفاده میشه. ولی عموما همه دستگاه تزریق از یک چارچوب و یک استراکچر بهره میگیرن برای در اپیزود بعدی وارد بحث جزئیات و اجزا و استراکچر قالب میشیم و تک تک یکی یکی توضیح میدیم و میریم جلو. روز خوش، به امید موفقیت و سلامت.